آیا می دانستید که در شمال جنوبی پاکستان مردم مرموزی زندگی می کنند که زمان برای آنها معنی ندارد؟ این مردمان کلاش نام دارند و در کوههای هندوکش زندگی می کنند. پس با ما باشید تا بدانید که چه خبر است؟ زنان کلاش بسیار زیبا هستند. در راه هندوکش در 800 کیلومتری مرز بین افغانستان و پاکستان قرار دارد. دسترسی به مردمان کلاش سخت است و همین امر باعث شده آنها فرهنگ خود را حفظ کنند. برای آن که بتوانید با کلاش ها ملاقات کنید، باید مسافت طولانی که ممکن است ساعت ها طول بکشد را طی کنید. جاده های این روستا ناامن هستند. جمعیت این روستا به 3500 نفر می رسد. آنها فرهنگ بسیار غنی دارند. زبان رسمی آنها کلاش است. دینی آنها ترکیبی از فرهنگ های یونانی و هندو هاست. آنها جشن های زیبا و رنگارنگی دارند و همین مسئله آنها را خاص کرده است. زنان کلاش لباس های بلند و رنگارنگی می پوشند و زیورالات زیادی به خود آویزان می کنند. کلاه آنها با صدف ها و پرهای رنگی تزئین شده است. کلاش ها در سال جشن های زیادی برگزار می کنند. جشن جو در بهار، اوچا در پاییز و چاووس در زمستان برگزار می شود. کلاش ها در این مراسم ها و جشن ها آواز می خوانند و می رقصند. آنها از دین اسلام پیروی نمی کنند. احترام به طبیعت و عناصر طبیعت دینی آنهاست. تصور کنید در جای زندگی می کنید که دینی شما به اتحاد مردم بستگی دارد. کلاش ها به سنت ها و عقاید اجداد خود اهمیت ویژه‌ای می دهند که این برخلاف دین اسلام است. آنها خدایان کوها، رودخانه ها و جنگل ها را می پرستند. آنها اتحاد خود را با طبیعت در کنار هم جشن می گیرند. اما ممکن است برای شما این سوال پیش بیاید که چرا کلاش ها این سبک زندگی را ادامه دادند؟ شاید پایبندی به سنت ها و هویت ملی آنها جواب سوال ما باشد. آنها به سنت های خود افتخار می کنند و به نسل های بعدی نیز این سنت ها را منتقل می کنند. پاکستانی ها گاهی اوقات با آنها سر می زنند و گاهی اوقات با آنها مخالفت می کنند، اما خیلی ها کلاش ها را یک گنجینه ملی کشور پاکستان می دانند. آنها نماد امیدواری و سنت های انسانی هستند. تصور کنید صبح را با تابش اشعه خورشید بر روی خانه ای از جنس سنگ و چوب خود شروع می کنید. کلاش ها صبح خود را این گونه آغاز می کنند. ازدواج از پیش تعیین شده در این روستا وجود ندارد و جوان ها با عشق ازدواج می کنند. اتحاد خانواده با عشق و دل صورت می گیرد، نه با اجبار و نرم جامعه. این نوع ازدواج در کلاش ها نشان دهنده وجود آزادی و حق انتخاب در میان مردم است. به علاوه آنها به برابری جنسیتی و فعالیت های اجتماعی اهمیت می دهند. دختران و پسران در یک کلاس درس می خوانند و در فعالیت های اجتماعی نیز شرکت می کنند. این برابری جنسیتی در دوران کودکی شکل می گیرد. نوشیدن الکل در بین کلاش ها آزاد است، در حالی که در پاکستان نوشیدن الکل ممنوع است. شراب سازی جزی از فرهنگ آنهاست. آنها در کنار یکدیگر شراب درست می کنند و جشن می گیرند. جشن های زیادی در بین کلاش ها وجود دارد که قبل به آنها اشاره کردیم. جشن جوی وعده برداشت محصول پربار به مردم می دهد و مردم دلگرم می شوند. زنان نقش پررنگی در این جشن ها دارند. در جشن اوچا محصول برداشت می شود و مردم از مادر طبیعت تشکر می کنند. آنها با رقص و شادی در کنار یکدیگر جشن می گیرند. از بین همه این جشن ها جشن زمستان اهمیت ویژه‌ای دارد. وجه مشترک همه این جشن ها دعا و تشکر از مادر طبیعت است. یکی از مراسم های مهم در جشن اوچا مراسم باها است که در نیمه شب برگزار می شود. در مراسم باها بزرگان روستا فرایند پاکسازی و تطهیر را انجام می دهند. در حین برگزاری این مراسم شرکت کنندگان آواز می خوانند و می رقصند و به حالت خلسه می روند. این جشن ها و مراسم ها
تنها جنبه مذهبی ندارن، بلکه جنبه اجتماعی و فرهنگی نیز دارن. معمولا این جشنها از صبح زود آغاز و در نیمه شب پایان می‌یابند. اگر زنی در کلاش پیریود و یا باردار شود، از بقیه زنها جدا می شود و به پناهگاه باشالی می روند. این پناهگاه به دور از روستا قرار دارند. روستاییان بسیار کنجکاو هستند که این زنان در این پناهگاه ها چی می کنند؟ در پناهگاه زنان اجازه برقراری ارتباط با خانواده را ندارند. آنها نباید با کسی صحبت کنند. زنان جایگاه مقدسی در این پناهگاه دارند. خانواده برای آنها غذا می آورند، اما از دیدن دختر و یا همسر خود محروم هستند. بعد از پایان یافتن دوره پریودی و یا زایمان، آنها می توانند به روستا بازگردند. شاید از نظر ما این امر عجیب باشد، اما از نظر کلاش‌ها این جزئی از فرهنگ آنهاست. از زمان قدیم تا به حال زنان کلاش نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند. زنان کلاش بسیار خوششانس هستند، زیرا آنها می توانند شریک زندگی خود را انتخاب کنند. ازدواج آنها با ایش قصد نبا زور. آنها می توانند در صورت نداشتن رضایت از شریک زندگی خود جدا شوند. این امر نشان می دهد که زنان در هر جای دنیا که باشند صدایشان شنیده می شوند و نمی توانند حق زندگی کردن را از آنها گرفت. نباید فراموش کرد که زنان کلاش بسیار زیبا هستند. آنها چشمانی رنگی دارند که این ویژگی باعث خاص بودن آنها از سایر زنان قاره آسیا شده است. چشمان آنها انعکاسی از طبیعت است. همه ویژگی های ظاهری و باطنی آنها شاهکار طبیعت است. آنها پوست شفاف و موهای مشکی دارند. لبخند آنها به دره ها گرما می بخشند. زیبایی آنها نشانه فرهنگ و تمدن آنهاست. زیورالات رنگی آنها نشان دهنده سرزندگی و امید به زندگی آنهاست. زنان کلاش به ما ثابت می کنند که زندگی زیباست و زیبایی آنها نشأت گرفته از طبیعت و زندگی ساده آنهاست. تئوری ها و نظریه های زیادی درباره زیبایی زنان کلاش وجود دارد. طبق افسانه های محلی، اسکندر کبیر در یکی از جنگ هایش به همراه سربازانش در دره های کلاش اتراق می کنند. این امر باعث شد آداب و رسوم یونانی در کلاش شکل بگیرد و سربازان اسکندر کبیر محو زیبایی این سرزمین شدند و با دختران قبیله ها ازدواج کردند. این ازدواج بین سربازان رومی و دختران کلاش باعث به ارث بردن چشمان رنگی و زیبایی فیزیکی یونانی ها شد. اگرچه این گفته ها و داستان ها افسانه ای بیش نیست و ما تاریخچه دقیقی از مردمان کلاش نداریم. این هم ویدیوی امروز ما. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.